سلام و درود خدمت همه بینندگان عزیز. امروز اومدیم با عجایب و دانستنی‌های کشور قطر در خدمتتون باشیم. پس واسه حمایت از ما دکمه لایک و سابسکرایب یادتون نره. نظراتتون هم واسمون کامنت کنید. مرسی دوستان. قطر کشوری کوچک با مساحت تقریبی 11493 کیلومتر مربع است که در شمار کشورهای منطقه خاورمیانه محسوب می شود و به عنوان رسمی دولت قطر شناخته می شود. این کشور در ناحیه جنوب غربی قاره پناور آسیا در کرانه خلیج فارس واقع شده است. بنابراین از جمله کشورهای همسایه کشورمان ایران است که از راه دریایی مرزهای مشترکی با کشور ما دارد. علاوه بر ایران، کشورهای کویت، عراق، بحرین و امارات متحده عربی نیز مرز مشترک آبی با این کشور دارند. گفتنی از این کشور علاوه بر مرز مشترک دریایی با کشور عربستان سعودی از طریق راه‌های زمینی نیز مرز مشترک دارد. کشور قطر در حاشیه خلیج فارس قرار گرفته است و در همسایگی ناحیه جنوبی ایران قرار دارد. این کشور در حقیقت یک شبه جزیره کوچک است که بیشتر زمین‌های آن را بیابان‌ها و صحرای خشک در بر گرفته‌اند. پایتخت این کشور شهر دوحه است که در قسمت شرق این کشور در سواحل خلیج فارس قرار گرفته است و پر جمعیت‌ترین شهر این کشور به شمار می‌رود. دوحه قطر که در زمان‌های گذشته صرفاً یک روستای بسیار کوچک بود که به عنوان قطب صید مروارید شهرت داشت، امروز از جمله مدرن‌ترین و لوکس‌ترین شهرهای حاشیه خلیج فارس است که دولت همچنان در حال توسعه و گسترش مراکز شهری آن است. در مجموع آب و هوای قطر گرم و خشک است و به طور کلی میزان بارندگی برف و باران در این کشور در سطح پایینی قرار دارد و تنها به میزان 75 میلیمتر در سال میرسد. در بیشتر روزهای سال ساکنان کشور قطر روزهای آفتابی و گرم را تجربه میکنند و متوسط دمای هوا در حدود 38 درجه سانتیگراد تخمین زده شده است. گفتنی است که دمای هوا در بالاترین حالت خود به نزدیک 50 درجه سانتیگراد نیز میرسد. حتی در زمستان ها تغییر دمای زیادی را شاهد نیستیم و هوا در بیشتر نقاط این کشور در کمترین میزان درجه 23 درجه سانتیگراد میرسد. بیشک برای هر گردشگری که مقصدش یکی از کشورهای خارجی باشد، بیش از هر چیزی دیگری سیستم حمل و نقل رایج در آن کشور مهم است، زیرا به طور معمول گردشگران با ماشین‌های شخصی خود سفر نمی‌کنند و از این رو برای گشت و گذار در طول سفر لازم است تا اطلاعاتی در خصوص راه‌های تردد خود به نقاط مختلف یک کشور دیگر داشته باشند تا پس از رسیدن به مقصد به راحتی بتوانند در آن کشور تردد کنند و از جاذبه‌های توریستی آنها دیدن کنند. از آنجا که کشور قطر در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد که به تازگی برای دستیابی به پیشرفت‌های چشمگیر در زمینه توسعه سیستم‌های حمل و نقل اقدام کرده است، تنها یکی از شهرهای آن دارای فرودگاه است که آن هم دوحه قطر است. فرودگاه بین‌المللی هم که از جمله مهم‌ترین فرودگاه‌های این شهر است، تنها برای سفر به دوحه از کشورهای دیگر با خطوط هوایی قطر ایرویز می‌توان از آن استفاده کرد. این فرودگاه از جمله و مجهزترین و لوکس‌ترین فرودگاه‌هایی است که تا به حال در کشورهای آسیایی احداث شده‌اند. لازم به ذکر است که با توجه به اینکه وسعت شهرهای مختلف قطر زیاد نیست، می‌توان برای سفر یک شهر به شهر دیگری از اتوبوس‌های بین شهری هم استفاده کرد. زبان رسمی که عموماً مردم کشور قطر با آن صحبت می‌کنند، زبان عربی است. ناگفته نماند که اغلب نسل جوان در ایسن کشور از زبان انگلیسی برای برقراری ارتباط با گردشگران یا ساکنان مهاجر به عنوان زبان دوم نیز استفاده می کنند. دین اکثریت مردم قطر مسلمان هستند و دین رسمی این کشور نیز اسلام است. بالغ بر 90 درصد از جمعیت کشور را مسلمانان سنی و مابقی آن را مسلمانان شیعه تشکیل می دهند. واحد پول در کشور قطر از واحد پول ریالی قطر استفاده می شود. قطر در شمار امن‌ترین کشورهای جهان قرار دارد و میزان وقوع جرم و جنایت در این کشور به طرز قابل توجهی پایین است. طبق گزارشاتی که از صندوق بین‌المللی پول به دست آمده، آمار تولید داخلی قطر آن هم به صورت ناخالص
بیشتر است. همانطور که می‌دانید لوکزامبورگ کشوری کوچک در قسمت شمالی اروپا است که از ثروتمندترین کشورهای اروپایی به شمار رفته و در مقایسه با قطر در رتبه دوم قرار گرفته است. اگر بخوایم از نظر سرمایه نفتی و گازی هم قطر را در کفه ترازو با کشورهای از نظر مساحت تقریبا شبیه هم هستن مقایسه کنیم، باید بگوییم که قطر باز هم امتیاز بالاتری گرفته و دارای رتبه سوم در رابطه با ذخایر نفتی و گازی جهان است، در حالی که از نظر جغرافیایی از یورکشایر کوچکتر است. ساکنین قطر اضافه وزن دارند. با توجه به ثروت مردمان قطر، بدهی است که فعالیتشان بیشتر به تفریح و استراحت بگذارد. و در کنارش این واقعیت را باید بدانید که وجود غذاهای خوشمزه و خوشطعم هم یکی از مواردی است که باعث اضافه وزن در قطر شده است. این کشور یکی از 20 کشور چاق در جهان به شمار رفته و در این آمار حتی از آمریکا جلوتر است. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. واسه حمایت از ما دکمه لایک و سابسکرایب یادتون نره. نظراتتون هم واسمون کامنت کنید. مرسی دوستان.